سلام، حتما میدونید که بهاره رهنما و شقایق دهخان جاری های سابق بودن که هر دوشون از همسرانشون جدا شدن. بهاره رهنما مجددن ازدواج کرد ولی شقایق دهخان الان مجرده. بین این دو نفر در چند روز گذشته یه بحثی شکل گرفت که یه ذره جنجالی شد، در ادامه بهتون میگم. بهاره رهنما بعد از اون انتقادهایی که بهش شد و حالا گفتن چرا لایوای لاکچری میگیری و از اینجور حرفا، اومد گفت که من 30 سال کار کردم و بعد از این همه سال تلاش و کار الان رسیدم به یه رفاه و آسایشی که دارم. در ادامه صحبتاش یه نظر خیلی جنجالی داد و گفت که مردم اگر بعد از 30 سال کار کردن نتونن رفاه و آسایشی برای خودشون فراهم بکنن، از نظر بهاره رهنما بی دست و پا هستن. البته بعدن در یه استوری گفت که من مخالف تنبلی هستم و بی انگیزگی و با این مبارزه میکنم و یه جورایی گفت که به مردم نمیخواستم توهینی بکنم. شقایق دهقان اومد در یک پست اینستاگرامی انتقاد کرد به این حرف و یه خاطره ای رو تعریف کرد. در یه پست نوشت: یادم میاد یه بار مادر بزرگ آمریکایی یکی از دوستام برای مادر بزرگ یکی دیگه از دوستام یه سوغاتی آورد. یه چکمه پلاستیکی قرمز با لبه خزدار کرکی صورتی، یه رنگ خیلی روشن. یادم میاد از تصور مادر بزرگ نقلی ایرانی توی اون چکمه های براق قرمز خیلی خندیدیم. خندیدیم چون تصور پوشیدن کفش و لباس رنگی و روشن برای کسی که سنی ازش گذشته بود برامون عجیب و خنددار بود که یه مادر بزرگ ایرانی بیاد یه همچین تیپ روشنی بزنه. راستش برای نسلی که هر چی زحمت کشیدن و تلاش کردن و جون کندن چیزی غیر از ناامیدی و با سیلی سرخ نگه داشتن صورت و قصه آینده فرزند و نوه هاشون رو خوردن نصیبشون نشد، باید هم پوشیدن لباس شاد و روشن شوخی بد و خندداری باشه. مرد شریفی که توی این تصویر میبینید پشت به دوربین گوشی شقایق دهقان نشسته، دست کم 70 سال سن داره. ما او رو عمو صدا میکنیم. عمو بعد از دست کم 60 سال کار کردن، حالا که تقریبا شاید 70-80 سالش هست، وقت استراحت و آسودگیش هست، باید شبها تا صبح در سرمای گزنده و بیرحم شب در محوطه راه بره و نگهبانی بده و تنها دلخوشی و سرگرمیش همون تلویزیون 14 اینچ کوچکی باشه که در عکس بهش چشم دوخته. پدرها و مادرهای شریف و زحمتکش ما که عمری جون کندن و هیچ وقت آسایش سهمشون نشد. آدم دلش میخواد زمین دهن باز کنه و آدمو ببلعه. خب شقایق دهقان این حرفا رو زد، اما بهاره رهنما این حرفا بهش خیلی برخورد و حالا کلی آدم اومدن بهش انتقاد کردن، هنرمندای دیگه هم بهش انتقاد کردن، ولی حرفای شقایق دهقان بالاخره جاری سابق هست و براش یه ذره سنگین بود. توی یه استوری بهاره رهنما نوشت: حرفای زیادی دارم از آشنایان دیروز و معلم‌های اخلاق این روزها، گمونم همگیشون فراموشی گرفتن، فقط کاش سکوت منو به معنای فراموشی ندونن. این هم بنویسم که بماند به یادگار برای روزهایی که این صفحه هم به حالت یاد بود در میاد. رفاه نسبی از دیدگاه من یعنی برای هر کسی به اندازه خودش از نقطه ای به نقطه بالاتر رفتن. تلاش و کوشش در هر قشری همیشه برام مهم بوده و همیشه هم مشوق این امر بودم و نکوهشگر تنبلی و بیانگیزگی. بعدها یادتان باشد که گفته بودم رفاه نسبی، نه آرامش کامل با ثروت بی حد و حصر. و از خودم هم مثال زدم. به یادگار از آبان پرقضاوت 1400، مخلص و دوستدار همه اقشار مردم خوب ایران و دستبوس تمام پدران و مادران ایرانی، بهاره رهنما. یه جا دیگه هم بهاره رهنما گفته بود که هم اونایی که برای آزاد نامداری دل می سوزوندن و یقه پاره می کردن، سر خاکش شعر می خوندن و بیانیه می دادن. همون حتی خشونت و بدترش رو دارن اینجا خالی می کنن. حال مرحوم آزاده نامداری رو حالا میفهمم.
متاسفانه ما پتانسیل عجیبی در خشونت علیه یک دیگر داریم. اینم بحث هایی بود که بین این دو نفر اتفاق افتاد. شما با کدوم موافق بودید؟ با حرفای شقایق موافق بودید یا حرفای بهار رهنما؟ شقایق دهقان متولد 4 اسفند 1357 در آلمانه. تا مقطع دیپلم هم بیشتر نخونده، اما وارد کلاس‌های عروسک گردانی شده و بعد از اون بازی در تئاتر رو تجربه کرده. با سریال پاورچین هم به شهرت رسید و حالا یه فرزند داره. مدتی هم هست از همسر سابقش مهراب قاسمخانی جدا شده و به گفته خودش 2 سالی هست که متارکه کرده. ازدواجشون در سال 83 اتفاق افتاد، وقتی فقط 26 سال داشت. با مهراب قاسمخانی 33 ساله ازدواج کرد که ثمره این زندگی یک پسر به نام نویان هست. در مورد ماجرای آشنایی با همسرش هم گفته: راستش من با مهراب قبل از سریال پاورچین در یه مجموعه نصف و نیمه به عنوان نویسنده برای شبکه جامجم کار کرده بودم، اما توی اون برنامه خیلی من و مهراب با هم صمیمی نبودیم. سر ساخت سریال پاورچین من بازیگر بودم و مهراب نویسنده. او پیشنهاد داد که چون ما قبلاً با هم به عنوان نویسنده کار کردیم و همدیگر رو میشناسیم، اینجا هم با هم بنویسیم. نوشتیم و بعدش هم ازدواج کردیم. بهار رهنما هم متولد 10 آذر سال 52 هست. اهل استان مرکزیه. لیسانس ادبیات نمایشی و فوق لیسانس حقوق قضایی رو از دانشگاه آزاد گرفته. همسر سابق پیمان قاسمخانی بود که خب چند سالی از همدیگه جدا شدن و مجددن ازدواج کرده. یه دختر هم به نام پریا قاسمخانی داره. برای اولین بار هم با فیلم افعی به سینما اومد. سپس با همسرش یعنی پیمان قاسمخانی در فیلم عاشقانه بازی کرد. او در سال 80 بازی در یک فیلم کمدی نان و عشق و موتور 1000 رو تجربه کرد که نشان از توانایی‌هاش در زمینه فیلم‌های کمدی بود. بهار رهنما و پیمان قاسمخانی در سال 75 با هم ازدواج کردند و در سال 1396 شهریور بهار رهنما با همسر دومش یعنی امیر خسرو عباسی ازدواج کرد. ممنونم که به این ویدیو توجه کردید. خیلی ازتون تشکر میکنم به خاطر لایک کردن این ویدیو. لطف بسیار بزرگیه. درسته چند ثانیه کوتاه، یعنی یک ثانیه هم شاید طول نکشه، ولی خیلی لطف بزرگیه. دمتون گرم. اگه هنوز عضو کانال نیستید هم همین الان لوگوی کانال منحرفان شریف رو در تصویر مشاهده میکنید. با یک کلیک خیلی ساده روی این لوگو میتونید از همینجا عضو کانال بشید. دمتون گرم. خیلی مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.